رادیو آسیای آزاد طی گزارشی اعلام کرد که پناهندگان اویغور در پاکستان در ماه آوریل با خطر اخراج مواجه هستند دولت پاکستان اعلام کرده بود که مرحله دوم روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی فاقد مدرک اقامت را آغاز می کند. با هم گزارش همکارم را مشاهده کنیم. خانواده های اویغور در پاکستان که اقامت قانونی ندارند و با محدودیت های شغلی و تحصیلی روبرو هستند اکنون می ترسند به چین بازگردانده شوند جایی که به دلیل مشکلاتی که فراروی آنان وجود داشته از آن گویخته و ابتدا به افغانستان و سپس به پاکستان گویختند و در صورت بازگردانده شدن به چین با آزار و اذیت روبرو خواهند شد به گزارش رادیو آسیای آزاد حدود 100 پناهجوی ایغور در پاکستان در ماه آوریل پس از پایان ماه مبارک رمضان بر اساس دستور عمل جدید دولت با خطر اخراج مواجه هستند. اویغورها بخش کوچکتری از یک گروه بزرگتر متشکل از یک میلیون و هفتصد پناهجوی افغانستانی در این کشور هستند که دولت پاکستان در اکتبر گذشته اعلام کرد آنها را اخراج خواهد کرد دولت پاکستان در نوامبر 2023 تصمیم گرفت که اقامت اویغورها را به مدت شش ماه پس از درخواست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تمدید کند. خانواده های ایغور به عنوان پناهنده افغانستانی ثبت شدند و دارای کارت شهروندی افغانستان هستند و غیر از آن هیچ پاسپورت یا هویت قانونی ندارند. اکثر اویغورها از نوادگان افرادی هستند که ده ها سال پیش از سینکیانگ به افغانستان مهاجرت کردند و بعدا به دلیل جنگ و سایر مشکلاتی که در افغانستان با آن مواجه شدند به پاکستان گریختند. با وجود اقامت طولانی مدت آنها در پاکستان این دولت به ایغورها تابعیت پاسپورت یا کارت اقامت اعطا نکرده است به همین دلیل آنها جهت دسترسی به شغل و تحصیل برای فرزندان خود و رفت آمد آزاد در داخل پاکستان با محدودیت مواجهند و اکنون میترسند به چین بازگردانده شوند جایی که برخی کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر دولت را به نسل کشی مسلمانان اویغور در ناحیه سینکیانگ متهم کرده و میگویند چین با بازداشت صدها هزار ایغور آنها را به اودوگاه های کار اجباری اعزام می کند. چین بارها کار اجباری ایغورها را کرده اما گزارش ها و مستندات نهادهای حقوق بشری بین المللی نشان داده که مسلمانان اویغور به ویژه در ایالت سینکیانگ همواره تحت فشار بودند.